بینندگان گرامی سلام بر شما، توجه شما را به اخبار امروز سرخط جلب می‌کنیم. ادامه اعتراضات در ازنا. به دنبال کشته شدن 6 نفر از جوانان شهر مؤمن‌آباد در تصادف جاده‌ای ازنا عراق، مردم شهرستان ازنا در اعتراض به 4 خط نکردن این محور پرتصادف تجمع کردند. یکی از اهالی گفت 10 سال است که چنین درخواستی داریم، اما هیچ اعتنایی از طرف وزیر، استاندار، نماینده مجلس و فرماندار نشده است. یکی دیگر از معترضان گفت این همه که اینها برای بشار اسد جاده ساختند، اگر 1/10 را برای ما ساخته بودند اینقدر کشته در این جاده نمی دادیم. معترضین شعار می دادند استاندار بی غیرت، کجایی؟ کجایی؟ تجمع غارت شدگان کاسپیان کرمان. غارت شدگان کاسپیان برای بازگرداندن پولهای به غارت رفته خود در کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در برابر فشار نیروهای سرکوبگر حاضر به ترک محل نشده و مقاومت کردند. 16 ماه حقوق ما را بالا کشیدند. کارگران کارخانه فولاد قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن 16 ماه حقوقشان مقابل در کارخانه دست به تجمع زدند. اعتراض به شرایط استخدامی. 300 تن از کارگران کارخانه فولاد آذربایجان در اعتراض به شرایط استخدامی خود در مقابل کارخانه تجمع کردند. گردانندگان کارخانه فولاد از ورود آنها به محوطه کارخانه جلوگیری کردند. کارگران خواهان تمدید قراردادهای خود به قرارداد 1 ساله هستند. خاطر نشان می شود که کارخانه فولاد آذربایجان دارای 700 کارگر می باشد که 300 تن از آنان کارگران قراردادی هستند. اقدام وحشیانه ماموران راهنمایی علیه یک راننده. در حالی که یکی از رانندگان اتوبوس شرکت واحد در گرگان نسبت به جریمه‌ای که از سوی ماموران رژیم شده بود اعتراض کرد، توسط این مامور مورد تعرض قرار گرفت و پاشیدن اسپری فلفل باعث آسیب چشم این راننده گردید. این اقدام سرکوبگرانه باعث نابینایی و سوزش چشم این راننده گردید و به اعتراض علیه این وحشیگری پرداخت. مطالبات ما را تا کی می‌خواهید کش بدهید؟ کارگران شرکت آذرابراک در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده در مقابل دادگستری رژیم در این شهر تجمع کردند. کارگران گفتند بارها دست به اعتراض زده ایم، اما به بهانه‌های مختلف حق ما را نمی‌پردازند و کش می‌دهند. از فقر و گرسنگی خسته شده ایم. جمعی از کارگران و پرسنل نشکر هفت تپه در نامه سرگشاده با اعتراض به سوء استفاده‌های مکرر کارفرمایان حکومتی و رفتارهای صورت گرفته با کارگران این کارخانه طی ماه‌های گذشته نوشتند از فقر و گرسنگی خسته شده ایم، از تحقیر کارفرمایان عزیز دردانه دولت روحانی خسته شده ایم، از اینکه حقوقمان سه ماه پرداخت نمی شود، از اینکه گدای حقمان شده ایم، از اینکه از سوی کارفرما در همه موارد مورد سوء استفاده های مختلف قرار گرفته ایم خسته شده ایم.